دنبال عشق گشتم و چیزی نیافتم، جوینده ای که گم شده یابنده ای تو نیست. ای عمر چیستی که به هر حال عاقبت، جز اسرتی گذشته در آینده ای تو نیست. سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان و سروران چینل کوفاب میدیا. آرزو میکنم در هر جای دنیا هستین دلتان شاد و لبتان خندان باشد. من وحید هاشمی هستم با یک داستان واقعی دیگر در خدمت شما. آرزو میکنم تا پایان داستان شنونده باشین و از این داستان لذت ببرین، و اگر نظریات و پیشنهادات داشتین در پایان همین داستان در کامنت ها برای من بنویسین. خوشحال میشم اگر نظریات شما را داشته باشم. داستان واقعی رخسار و سبحان، داستان تلخ ولی پر از پیام. نمیدانم از کجای زندگی و از کدام مرحله شروع کنم. سالها شد که این درد را در سینه ام پنهان کردم. من میخواهم از نیمه زندگی و از نیمه گم شده ام شروع کنم. ماجرای تلخ فراموش نشدنی من از آنجای شروع شد که خواستم زندگی مشترک را شروع کنم، و اما این زندگی مشترک چه ها که با من نکرد. من مدت 13 سال می شود که آلمان زندگی می کنم. از روز اولی که وارد آلمان شدم و گویا گره های زندگی من یک پی دیگری باز می شد، و هر مشکلی که صدی را هم می بود برطرف می شد. در اوائل تا زمانی که پروسه پناهندگیم تکمیل نشده بود، کوشش کردم زبان را یاد بگیرم و همین کار را کردم. زبان خواندم، تلاش کردم تا وارد بازار کار شوم، و برای خود در یک شرکت پلاستیک سازی کار پیدا کردم و مصروف کار شدم، و از آن طرف کارهای پناهندگیم به سرعت پیش می رفت و خداوند را هزاران بار شکر اسناد گرفتم، و خیالم از این لحاظ آرام شد و تمرکزم بیشتر و بیشتر تر شد. یک مدت طولانی در آن شرکت مصروف کار بودم، و بعدش تصمیم گرفتم بیشتر درس بخوانم تا کار، و این کار را کردم. در بخش فروشندگی درسم را تمام کردم و دوباره مصروف کار شدم با شرایط بهتر و حقوق بالاتر. خلاصه بعد چند سال وضع زندگیم خیلی عالی شد و تصمیم گرفتم که زندگی مشترک را شروع کنم. تصمیم گرفتم نیمه گم شده ام را پیدا کنم و انتخاب کنم که این محصولیت را بیشتر فامیلم در افغانستان به دوش گرفتند، و رخسار را با رخ زیبا و قلب پر از فریب برای من پیدا کردند. و وقتی من چهره رخسار را دیدم، گویا چندین سال می شود می شناسمش و دوستش دارم، و فامیل من رفت آمد را به خانه رخسارشان شروع کردند و خواستند که شیرینی را بگیرند و ما را نامزد کنند، و خلاصه بعد از یک ماه خواستگاری قبول کردند و ما نامزد شدیم. قصه غمگین من از اینجا و واقعیت‌های بیشتر شروع می شود، و زمین خوردن‌های من و بلند شدن‌هایم. از اینجا درس‌های زندگی من آغاز می شوند. چی روزهای سختی را که سپری نکردم فقط به خاطر یک اشتباه هم. من و رخسار با هم شروع کردیم خیال پردازی و رویا بافتم. با هم خیلی آرزوها داشتیم، با هم خیلی پولها می خواستیم بسازیم، اما همه چی نیمه تمام و در انتها فرو ریخت. من شروع کردم دو جا کار کردن و خواستم زودتر کارهایش را درست کنم، و وقتی من و رخسار با هم صمیمی تر شدیم و رابطه ما عاشقانه تر، مصارف رخسار زیادتر شده میرفت، و من مردی افغان و نمیخواستم پیش رخسار کم بیایم، و هر چی میگفت نه نمیگفتم. هر ماه یکی دو بار برایم میگفت 300 یورو روان کن که میرم آرایشگاه، نمیدانم خرید، نمیدانم با دوستانم بیرون میروم، مریض شدم، فلان چیز را ندارم، تلفن میخرم، لپتاپ میخرم، و و از این طریق حرف ها. خلاصه من همیشه به خواسته هایش لبیک میگفتم و برایش انجام میدادم. بعد دو سال نامزدی رفتم افغانستان و عروسی کردم، و یک سال بعد عروسیمان کارهایش درست شد و آمد آلمان، و من بسیار خوشحال بودم. چقدر زندگی برایم خوشایند بود. وقتی می آمدم خانه و رخسار را می دیدم، وقتی که نگاهش می کردم و لبخند می زد، فکر می کردم دنیا مال من است، همه چی عالی به نظر می رسید. من مصروف کار بودم و برای رخسار هم کورس زبان پیدا کرده بودم و می رفت کورس، تا یک روز یکی از دوستانم استادم کرد و گفت سبحان، ینگه را نو از افغانستان آوردی، تنهاش نگذار، کم بیشتر همراهش باش،
و از این حرفه ها و در حقیقت میخواسته به من غیر مستقیم بگوید که رخسار داره به من خیانت میکند. اما من زیاد حرف دوستم را جدی نگرفتم. و چند وقت بعدش دوست دیگرم با عصبانیت گفت مراقب رخسار باش که به تو خیانت میکند. وقتی که من این حرف را از دوستم شنیدم بسیار عصبی شدم و گفتم به تو چی؟ چرا تهمت میزنی؟ همراه دوستم دعوا کردم و این قضیه تمام شد و کم کم حرفهای دوستانم من را نگران کردند و تصمیم گرفتم بدانم که واقعا رخسار به من خیانت میکند یا دوستانم با زندگی من و رخسار حسادت دارند. یکی دو روز بعد که سر کار رفتم از خانه برآمدم، اما رفتم یک کافی شاپی که در کوچه من بود، یک کافه گرفتم و چشمم را از در خانه دور نکردم تا بالاخره بعد از 5 ساعت رخسار لباسه های قشنگ پوشیده و برآمد و من از دور دنبالش رفتم و مراقبش بودم. دیدم در روبروی خانه ما، یعنی یک کوچه آن طرفتر، یک ساختمان دیگر بود. رفت آنجا، کلید انداخت و رفت داخل و من در همین کوچه منتظر ماندم، جایی که از چشم دیدی رخسار دور بودم. دوباره بعد از 3-4 ساعت دیدم رخسار با یک پسر دیگر بیرون شد و با هم حرف می زدن. من نمی دانستم درباره چی حرف می زنن، اما حرف می زدن و می گفتند و می خندیدن. خلاصه یک دیگر را بغل کردن و خداحافظی کردن و رخسار دوباره آمد خانه. در آن زمان خدا از دل من خبر داشت که بر من چی می گذشت. من نمی دانستم چی عکس العمل انجام بدم. همان لحظه بروم با اون پسر دست به یخن شوم یا بشینم اول با رخسار گپ بزنم که چرا با من این کار را میکنی؟ در این مدت چی کم گذاشتم که دست به همچون کاری زده ای؟ خلاصه تا شب خانه نرفتم، مگم تا شب مثل 1000 سال برایم طولانی شده بود و ساعت گویا از کار افتاده است. و کم کم شب شد و رفتم خانه. وقتی داخل شدم رخسار متوجه شد که من خیلی ناراحت هستم و چیزی نگفت و رفت که خودش را مصروف کند. من وقتی نشستم صداش کردم، گفتم میشه بیای اینجا؟ میخوام همراهت گپ بزنم. همیشه اسمش را میگرفتم و اونجا فقط گفتم بیا اینجا و رخسارم متعجب شده بود. برایش گفتم من در زندگی چی خواستی که فراهم نکردم؟ گفت هیچی. گفتم همیشه بهترین ها را برایت انجام دادم و هرگز نخواستم احساس کنی چیزی در زندگی کم داری. بعدش گفتم آن پسر کی بود که امروز بغلش کردی؟ بدون این که یک ثانیه سکوت کند در کمال بی‌شرمی گفت او عشقم بود. گفتم چی؟ گفت بله، عشقم بود. اون عشق دوران نوجوانی و جوانی و مکتبم بود. اون عشق تمام این سالهایم بود. اون کسی است که با پولهایی که از پیشت میخواستم قاچاقی اروپاش را درست کردم و فرستادمش دقیقا همین شهری که خودت بودی. من بدون او زندگی کردن نمیتونم. او تمام وجود من است. من را ببخش که این حقیقت را از خودت پنهان کردم. و سبحان مات و مبهوت مانده بود، حیران مانده بود که چی کند، کجا رود تا از غم این مصیبت خلاص شود. قسمتش گویا چنین بود و با اتفاقی که برایش افتاده بود باور کرده بود. رخسار را برای همیشه ترک کرد، یعنی طلاقش را داد و گفت برو با عشق دوران بچگیت خوش باش، برو زندگیت را کنارش رویایی بساز. رخسارم با کمال بی‌شرمی با یک بخشش کوتاه از زندگی سبحان خداحافظی کرد و با عشق گویا واقعیش از آن شهر به شهر دیگری رفت و یاد خاطرات تلخش برای همیشه در کوچه پس کوچه های آن شهر در ذهن سبحان جا گذاشت. سبحان بعد از آن اتفاق به سختی توانست دوباره به زندگی عادیش برگردد و دیگر از رخسار خبر ندارد که چی زندگی با عشق جوانیش دارد. و پایانی این داستان.